هر بار که دستهای کوچکشان را به سوی آب میبرند، شاید بازگشتی در کار نباشد. تمساح‌ها اینجا در کمینند. کودکان محروم استان سیستان و بلوچستان ایران که برای قطره قطره این آب جان خود را به خطر می‌اندازند. مردم هزاران روستا که از آب لوله کشی محرومند. تنها آبی که برای آشامیدن و شستشو دارند، آب‌های آلوده گودال‌هایی است که هوتک خوانده می‌شود. آسیه یکی از این کودکان است که خواهرش حوا را از دهان تمساح بیرون کشید. ما گرفتیم، موش گرفتیم، بالاش کشیدیم، دستش گرفتیم. بردیم اووردنش اینجا؟ آره. خون میمد از این دستش؟ آره. نه ترسیدین شما؟ ترسیدیم ولی خواهرم بود. اینجا آنچه گذشت را در تلویزیون دولتی ایران روایت میکند. یک شالی تو سرم بود، رفتم مثلا کشیدم، دستشو بستم، مثلا رفتم تمثال هم سب مثلا چند متر خشکی دوید که منو بگیره. شما نمیشین در این کنار آب و برکه؟ آب نداره چیکار کنیم، مجبوری بریم. دست تو بده من لطفا. هوا تو با این هیچ کاری نمیتونی بکنی ها؟ این دست اینقدر خشکه و اینقدر سخته. اما تنها حوا نیست. داستان دلخراش هوتک‌هایی که جان می‌گیرند بی پایان است. داستان آنهایی که یا طعمه تمساح‌ها شده یا هنگام آب برداشتن غرق شدند. خیلی دیگرا. یکی اسم زینب و همه‌اش را خورده، فقط سرش مونده. مسئولان اما می‌گویند مقصر خود ساکنانند. با وجود وسعت بسیار زیاد زیستگاه تمساح پوزه کوتاه و عدم امکان حصارکشی و ایجاد محدودیت، متاسفانه بی احتیاطی و توجه نکردن به علائم هشدار دهنده گاه موجب بروز چنین حوادث ناگواری می شود. وحید پورمردان اما توضیح نداد که چرا نمی توان اینجا حصارکشی کرد. برای بعضی روستاها با تانکر آب می آورند. اما شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان میگوید تجهیزاتش کم است و هزاران روستا از همین آب هم محرومند. با این حال استاندار سیستان و بلوچستان میگوید روستاییان محتاج آب رودخانه ها و گودال ها نیستند. بی احتیاطی و آشنا نبودن به شنا موجب بروز مشکل برای کودکان میشود. حتما هوتک ها اشکال دارد. اما به عنوان استاندار میگویم امروز کسی از هوتک ها آب نمی خورد. آسیه اما میگوید حتی بعد از تجربه دلخراش قطع دست خواهرش چاره ای جز بازگشت به هوتک را ندارد. دیگه نمیرین سر آب؟ مجبوری مثلا نه کمبودی آبه که الان آب نیست، ما میری آب نیست. قصه کودکانی که از حداقل‌های زندگی محرومند. قصه دستان بریده و جانهایی از دست رفته کودکانی که تنها آب می‌خواهند. باران عباسی، بی بی سی.